دوباره دوستان عزیز خوش آمدین. امیدوار هستم از بخش دوم برنامه و بخش اول برنامه خوش آمده باشم. همچنان بخش دوم برنامه بخش دکتر بود و مواردی که درباره کرونا با شما صحبت کردیم و علائمش و همچنان چگونه جلوگیری کنیم صحبت کردیم با شما دوستان عزیز. امیدوار هستم نکاتی که با شما گفتیم مراعات کنین و همچنان باز هم یادآوری میکنیم از نکات که با شما در بخش دوم برنامه یادآوری کردیم مراعات کنین. و حالا هم در این بخش برنامه باز هم مهماندار هستیم و مهمانم هم همچنان مدینه جان پرتو هستن که محصل بخش ژورنالیسم هستن و درباره مشکلات زنان و دختر خانم‌ها در جامعه با ما صحبت میکنن. سلام مدینه جان، روز جمعه‌تان بخیر. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده هایی که ما را هم اکنون تماشا میکنن. خوش هستم که با شما هستم. ما خوشحال هستیم که امروز با شما هستیم مدینه جان. بیاین صحبت از اینجا آغاز کنیم، روز جمعه‌تان چگونه آغاز شد؟ روز خوب بود، مگم روز جمعه قرنطینی دیگه. بله، اما قسم گفتم میشنی داره حساس تا دیگه زیاد مردم تانس قرنطین عمومی اعلان نشده، یعنی با وجود از آن بعض مردم هستن که خودشان را قرنطین کردن. بله، خب تو جایی که فکر میکنیم شما هم زیاد وقت شده قرنطین هستین. بله، چقدر مدت میشه قرنطین؟ خب تقریبا شاید یک ماه شو از وقتی که تمام دانشگاه ها رخصت شده، ما هم دیگه قرنطین هستیم در خانه. یک صحبت درباره موضوع هم با شما خواهیم داشت که درباره درس آنلاین شدن پوهنتون هم چون از شما سوالای خود داشتیم. خب بیاین صحبت ها را از اینجا آغاز کنیم. اول درباره خودتان کم معلومات داشته باشیم. چی خوب است مدینه جان، درست است؟ درست. بیاین درباره مکتبتون صحبت کنین، مکتب در کجا خواندین و بعدا پوهنتون. خب من مدینه پرتو هستم، محصل ام قسم که خودتان گفتین محصل رشته ژورنالیسم و همچنان عضو تیم فرهنگی دانشگاه رنا که مکتب در مکتب درخان تحصیلات خود در مکتب درخانه تمام کردم. بعد از او یک چند ماه بیکار بودم منتظر نتایج کنکور و بالاخره در دانشگاه رنا شروع کردم پنتونه و فعلا هم سمستر دوم شدیم. سمستر دوم هستین، ان شاء الله موفق باشین و بقیه سمستر هم همچنان به موفقیت و همچنان گفتم میتونیم دیگه هم مسلک هستیم دیگه. بله، همه قسم هست. امروز با هم مسلک خود در استودیو هستیم و صحبت ها را آغاز میکنیم. خب مدینه جان بیاین از اینجا آغاز کنیم صحبت ها را. مشکلات زنان و دختر خانم ها ما شما امروز صحبت میکنیم. اول چی خوب است درباره از این بگوین که سال 1398 گفته بودم کمه سال 1398 چگونه یک سال برای شما بود و در این سال شما با چگونه سپری کردید و چقدر چالش ها را شما پشت سر گذاشتید؟ خب سال 1398 برای خودم یک سال خوب بود به خاطر که پا به دانشگاه گذاشتم و درسای خود شروع کردم و واقعا یک سمستر بسیار خوب درخشیدم، یعنی خوب تانستم درس بخوانم و همچنان در برنامه های فرهنگی که در دانشگاه ما برگزار می شد در اونا اشتراک کردم، زیادتر سهم داشتم و در اونا زیادتر سرتیفیکیت های از اونجا به دست آوردم. واقعا برای خودم یک سال خوب بود، یک سال خوب گذشت. امسال دیگه انشالله یک سال دیگه به خدا گذاشتم. بله، به خدا دادیم دیگه بخاطر قرنطین. بله، امسال هم دیگه شروع سال با قرنطین آغاز شد. بله، امیدوار هستم تا آخر سال قسم نباشه و به خیر خوبی مریضی همچنان بشه. خب بیاین درباره این صحبت کنیم. بدید شما حالا دختر خانم از کدام دیدگاه زیادتر به مشکلات زیاد در جامعه هستن؟ خب خانم ها در طول تاریخ اگر ببینیم خانم ها محرومیت های زیاد داشتن در جامعه ما که او محرومیت هایشان حالا کمتر شده نسبت به سالهای بعد که میتونیم منشای محرومیت ها را فرهنگ سنتی و مرد سالاری بدانیم که حالا یکی از مهمترین محرومیت ها که خانم ها محرومیت مهم امی تحصیل محرومیت تحصیلشان است که اونا حق تحصیل ندارن، درس نمیخوانن، یعنی حق تحصیل ازشان گرفته شده که اینمی باعث میشه که مشکل در جامعه وجود بیاید. و دومین مشکلی است که خانم ها را جنس دوم میدانن که در جامعه به عنوان جنس دوم معرفی شده که خانم ها همیشه پایین تر از مرد ها قرار گرفته و مرد ها در زندگیشان، یعنی تصمیم های زندگیشان مرد ها میگیرن. و یکی دیگه ای که خانم ها وسیله حل نزاع بین خانواده ها و بین قوم ها شده که مثلا در یک فامیل جنجال میخیزه و نمیفهم کشتار میشه و بعدن
بدن، اما دختر اینا را به بدیل میتن که او اینمی مشکلات باعث میشه که خانم ها خودکشی کنن و یا فرار از منزل بزنن، که یکی از مشکلات بسیار مهم در حال حاضر آزار اذیت خانم هاست که در هر جای میبینیم خانم ها مورد آزار اذیت قرار میگیرن، نمیتونن به راحتی کار خود انجام بدن که بسیار یک مشکل کلان است. زنان افغان اصلا هیچ حق نداره، حق تحصیل ندارن، حق تعلیم ندارن، حتی نمیتونن تحصیلات یعنی دوره مکتب ابتدایی را بخونه، چی برسه به اینکه برن دانشگاه و یا برن به خاطر ماستری خود به خارج از کشور، که تمامش مشکلات یک خانم است. حتی میشه بگیم که خانم ها حق گفتار و حق گپ زدن و حق نظر دادن در فامیل حتی نداره. در زیادتر فامیلا میبینیم خانم ها زیادتر داشت پس خانه مصروف و کار هستن و همیشه نمیتونن نظر بتن، که این همی خود باعث میشه که خانم ها مثل مردا جسور نباشه و نتونن نظر بتن و خانم ها ضعیف شده برن. خب قسمی که خودتان گفتین، ما در جامعه زندگی میکنیم حالا که جامعه مرد سالاری است و همچنان که قسمی که شما گفتین زنان همیشه جنس دوم حساب میکنن، اینا در قسمت های بعدی حساب میکنن و هیچ وقت در حرفای اول از اونها صحبت نمیشه. خب به نظر شما در این جامعه که مرد سالاری بوده، دستاورد خانم ها چقدر بوده و در سالای چند سال گذشته، امسال که حساب نمیگیریم، در چند سال که گذشته چقدر دستاورد داشتن و چقدر توانستن خانم ها و بخصوص خودتان با این مشکلات مبارزه کنید؟ خب در پاسخ به این سوالتان بگویم که حالا خوشبختانه یعنی زیاد خانم ها تغییر کردن، که تا مثلا بگویم که بعد از این تصویب و اجرای قانون من خشونت علیه زنان، این یکی از دستاورد بسیار بزرگ به تمام خانم ها بوده که در بخش حقوقیشان بسیار مهم بوده. و دیگه بعد از این کنفرانس بن سال 2001 که وزارت موقت امور زنان به وجود آمد، این برای خانم ها یک دستاورد بسیار بزرگ بود که در بخش های مختلف به خانم ها کار میکرد. مثلا بگویم در بخش تساوی جنسیتی، در بخش خدمات امور صحی، دسترسی به خدمات امور صحی، در بخش و همچنان در بخش ارتقای ظرفیت خانم ها، که بسیار مهم بوده به خانم ها. که مثلا غیر از اون میتونیم بگیم که ده ها ارگان غیر دولتی بختر خانما کار میکنن، که اینا بختر دادخواهی از خانما برشان کمک میکنن و حتی میبینیم در حال حاضر تلویزیون هایی به وجود آمده یا رسانه هایی هستن که فقط بختر زنان کار میکنن. و همچنان تایم تحقیقات سال 1382 الی 1389 که 350 زیادتر خانما در مقطع لسانس درس خواندن و از 59 زیادتر تانستن ماستری بگیرن خارج از کشور، که یک دستاورد بسیار بزرگ به همه خانم هاست. و همچنان غیر از او میتونیم ببینیم که ده ها خانه امن در سراسر کشور به خانم ها به وجود آمده که زیادتر خانم ها در اونجا زندگی میکنن و حالا خانم ها تانستن که در هر جای کار کنن، جایگاه خود پیدا کنن، که و همچنان تانستن در دانشگاه ها برن درس بخونن و حتی در هر بخش حالا میبینیم که فعالیت دارن، مثلا حتی در بخش ورزش که در رشته های مختلف در خارج و داخل کشور مسابقات برگزار میکنن برنده میشن، که بختر خانم ها بسیار یعنی یک بسیار خوب است، بسیار یک امید به همه خانم است. و همچنان خودم شخصا امی که پا گذاشتم و خواستم که دور امی تعلیم و بله پانتون بخوایم ادامه بتم، رفتم و درس خواندم، از اینجا شروع کردم و انشالله تمام میکنم و در بخش میشه برم کار بکنم در بخش رشته خودم، داد از خانمای مظلوم کشور ما که سرشان ظلم است بزنیم و اونا یعنی این تمامش بسیار. تو چه فکر میکنم زیادتر گناه هم از خود خانم ها است، چون بله. صحبت نمیکنن، از حقشان دفاع نمیکنن، به خاطر مردها اگر یک حرف بزنن بگن این کارا نکو این کارا بکن و بازم اون حرف قبول میکنن و چیزی که دل خودشان است او را قبول نمیکنن، به این خاطر ظلم ستم یا هم خواستاشون هیچ وقت قبول نمیشن. با ما هم نظر هستی این حرف من؟ تا جایی بله، چون بعض خانم هستن واقعیت مثل گپ قبلیم که گفتم اونا یعنی هم جرات چنستشان گرفته شده واقعیتش یا خودشان نمیخواین جرات کنن یا حرف بزنن در بین فامیل بخصوص. اعتماد به نفس کافی بعضی ها ندارن، نمیتونن گپایی که در دلشان هست اونا مورا بگوین یا نظر بتن بعضی ها، مگم بعضی ها چون مورد ظلم و ستم قرار گرفته جرات زیر نداره که همون چیزی که میخوای او را بگویه. و بعضی ها هستن که چیزی که میخواین میگن که اونا
قهرمان ها هستند. دقیقا قهرمان ها شما هستند. خب قسم که شما گفتین، حالا چگونه میتونن اینها از حقشون دفاع کنن یا هم حرف بتونن در جامعه بزنن یا نه هم در فرد اول حساب شوند؟ چی باید کنن؟ خب در پاسخ به سوالتان بگویم که حق گرفته میشه، حق داده نمیشه. دقیقا. اگر خانما منتظر بشینن بگب پیشترش ما در زیر لاشه بشینن که یک نفر بیه برشان حقشانه بته، این خواهی هیچ امکان نداره. پس اگر خانمه که میخواه خودش حق خود بگیره، باید از راه های مسالمت آمیز بره، پیش بره، حق خود بگیره. مثلا میتونه که در سازمان های زنان، در سازمان های سنتی، در اینا برن یا سازمان ها را بسازن، به خود چند خانم یک جای شوند، یک کار را پیش بندازن و یا در احزاب سیاسی که داد از خانم ها میزنن از ظلمشان و میخواین به خانم ها کمک کنن، میشه برن با اونا اشتراک کنن و صدای خود در بیارن. که از همه مهمتر تحصیل است که خانم ها باید درس بخوانند، باید تحصیل خود زیاد کنند، باید در رشته که میخواین برن درس بخوانند، در مور رشته کار کنند، که چون که در یک کشور تا که خانمش آزاد نشه او کشور آزاد نمیشه. و امی خانم که خودش مادر است و پس فردا مو فرزندانش اگه خودش باسواد باشه، فرزندان خدا میتونه باسواد تربیه کنه، و وقتی که فرزندان خدا باسواد تربیه کنه، امو جامعه و بالاخره کشور تمامش باسواد میشه و از مشکلات در میان. پس که شما گفتین اول باید خانم ها آزاد شوند تا بتونن کارهای زیاد به جامعه همچنان کنن، و بعضا هم هستن از این آزادی زیاد استفاده میکنن. بله. چی طبقه اوناست نخیر، بلکه طبقه ذکور هم همچنان هستن که وقتی آزادی زیاد برشان داده شوه، یعنی از آزادی خود زیاد سوء استفاده میکنن. امیدوار هستم بعضی ها تری نشن که با خاطر ازا آزادی دیگه کسا قید شوه. خب بیاین درباره نقش زنان در زندگی جامعه و همچنان زندگی سیاسی چقدر تاثیر داره؟ خانم ها که نیم پیکر از جامعه را تشکیل میده، خانم ها آلا تانسته جایگاه خود پیدا کنه. که خانم ها با وجود نظرات عقب گرایانه بعضی ها که خانم ها را ضعیف میدانن، مگم خانم ها تانسته کال جایگاه خود پیدا کنه، تانسته به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بخش های مختلف مثل در سیاست، در اجتماع، در اقتصاد، در همه چیز کار بکنه. که نمی خانم ها آلا جایگاه خود پیدا کردن، خانم ها آلا میتونن در هر بخش کار کنن. مثلا خوشبختانه میبینیم قاضی، سارنوال، وکیل مدافع همش خانم هاست. مثلا بله، و هستن مثلا میبینیم دکتر، استاد دانشگاه، استاد مکتب، حتی همه جای خانم ها کار میکنن، که خوشبختی برای ماست. و همچنان مثلا میبینیم جنرال ما و همچنان قماندان ما، خواهران افغان ما هستن، خواهران قهرمان کار میکنن. و خانم ها تانستن که جایگاه خود پیدا کنن، زیادتر در اقتصاد، سیاست برن کار کنن. مثلا میبینیم در کرسی های پارلمان حضور خانم ها دیده میشه، که خانم ها فعلاً تانسته و باید، مگم باید دولت هم خانم ها را جایگاه برشان بتا، باید در نظر بگیرن، بخاطر که اگر بخواییم کشور ما برفا و ترقی و بره، باید خانم ها هم در او حضور داشته باشه، باید جای داشته باشه. پس خانم ها مگم آل مثلا میبینیم در هر کشور برشان کرسی های پارلمانی در نظر گرفته شده، در هر جای آل کار میکنه، که نمی یک خوشبختی بسیار بزرگ است و همچنان یک امید خوب بخاطر آینده بهتر. سپاس مدینه جان که امروز شما در برنامه ما آمدین و صحبت شیرین داشتین. در آخر بازم یک سوال و با می سوالتان پیام شما را می داشته باشیم. پیام شما با کسایی که زنانی که در افغانستان از قسم که اولم گفتیم از حق خود دفاع نمی کنن، منتظر دادن حقشان هستن، پیامتون به اون چیز و پیام آخرتان خب به خانمایی که مبارزه هیچ وقت نکردن. بله، به خانم ها بگویم که منتظر از این نباشین که یک نفر بیای حقتان برتان بده. شما به خاطر گرفتن حقتان باید کوشش کنین، خودتان باید شروع کنین. از خود باید اولین کار باید درس بخونین، باید سطح تحصیلیتان از زیادتر کنین، چون اگر شما با سواد شوین شما میتونین آینده را تغییر بدین، جامعه را تغییر بدین. باید کوشش کنین حقتان را بگیرین، زیاد کوشش کنین، منتظر از این نباشین یک نفر بیای و برتان حقتان را بده. دقیقاً. سپاس از شما که امروز در برنامه ما اومدین. دوستان عزیزم، قسمی که مدینه جان برای شما گفتن که منتظر دختر خانم ها و خانم هایی که در افغانستان قرار دارن، حالا مشکلات زیادی در چند سال مواجه شدن، حالا منتظر از این نباشن که حقشان برشان داده شن، بلکه باید خودشان سرپا شده و حقشان را بگیرن با دستان خودشان. باید حقشان گرفته شد و خودشان باید این کار کنن و مبارزه خودشان باید کنن. کسی دیگر نیست که برایشان مبارزه کنن و حقشان را برشان بگیره. پس هر کس مبارز کننده خودش هست. خب دوستان عزیزم، حالا وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه کوتاه باز هم مهمانای زیاده داریم، با ما همراه باشین.